کلمه ران فقط به معنی دویدن نیست. معانی و کاربردهای متفاوتی داره. امروز می‌خوایم 3 تا دیگه از کاربرداشو با هم یاد بگیریم. این ویدیو رو حتما تا انتها نگاه کنید. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. خب چیزی که هممون بلدیم و میدونیم اینه که ران یعنی دویدن. یه معنی دیگه‌اش به معنی اداره کردنه. مثلا اداره کردن جایی. میگین I run the office. من دفتر رو اداره میکنم. Well, I run the office. یه معنی دیگه‌اش جاری شدنه. The water didn't run in the bathroom. آب توی حموم جاری نشد. Water didn't run in the bathroom. یه مورد دیگه که شاید کمترم شنیده باشیم برای زمانیه که میخوایم بگیم چیزی داره تموم میشه یا ته میکشه. میگیم running out of something. Running out با out میاد. فرمولش هم این شکلیه. Subject, فعل to be, running out. Subject که همون فاعله. Are you, we, they یا هر اسمی. فعل to be, am و is و are و was و were. Running out. حالا میخواییم بگیم وقتمون داره تموم میشه. توی همین فرمول بذاریدش. وقتمون. We are running out of time. We are running out of time. وقت تو داره تموم میشه. You are running out of time. حالا بگید صبرم داره تموم میشه. صبر میشه patience. I'm running out of patience. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که چیزی ازش یاد گرفتین لطفاً لایکش کنید و دکمه سابسکرایب رو هم حتما بزنید که آموزش‌های بعدی من رو هم ببینید.